سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم رنج های کودکی درست بله همینطوره ما جلسه گذشته راجب این حرف زدیم که چطور ما قصه هایی رو را راجب خودمون راجب جهان باور میکنیم و اون قصه ها رو زندگی میکنیم بعد گفته بودیم که تو این جلسه میایم ریشه های شکل گیری این قصه ها رو در کودکی ارزیابی میکنیم من تقریبا دو سال پیش که افتخار داشتم خدمت شما بودم و مردم عزیز ایران در مورد یک کتابی صحبت کردم و خیلی کوتاه البته این بار میخوام یه ذره مفصل تر این تئوری رو کنم کتاب معرفی کنم که در مورد زخم های دوره کودکیه اسم کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید زندگی خود را دوباره بیافرینید بنیانگذار طرحواره درمانی دکتر جفری ای یانگ برگردان ساره حسینی عطار نشر شمشاد آره. آره بنیانگذار طرحوار درمانی که این آها. کتاب رو در واقع انتشارات ارجمندم منتشر کرده اونم ترجمه خوبیه چه این ترجمه چه اون ترجمه هر کدوم بگیرن به نظرم خیلی خوبه بله اون ترجمه هم با همین اسم. بله, بله. دقیقا اسم جلش آبیه ببینید در مورد این یه توضیح بدم اول ببینید آقای صحت یعنی تله های زندگی چیزی که تو این کتاب راجبش بحث میشه یه تعریف کوتاه داره تعریفش اینه بازآفرینی ناخودآگاه زخم کودکی کودک خب بازآفرینی ناخودآگاه زخم کودکی کودک اما بذارید با قصه و داستان اینو جلو ببرید بله. مثلا فکر کنید یه آدمی که من حالا میشناسم این آدمو تو تمام زمینه های زندگیش آدم موفقیه تحصیلات خوبی داره تصمیمات کاری خوبی میگیره اما در عشق اما در انتخاب آدمی که قراره باش ازدواج کنه دوچار یه خطای عظیم میشه عاشق آدمایی میشه که همیشه بهش آسیب میزنن و با کسی ازدواج کرده این اقوام ما که در واقع به شدت سرکوبگره به شدت مسخرش میکنه حتی آسیب فیزیکی بهش میزنه یه سوال عجیب اینجا پیش میاد که یه آدمی که دانشگاهی و آدم موفقیه چطور میتونه در عشق اینقدر اشتباه کنه آقای جفریان اینو توضیح میده توضیح میده که این آدم توی تله گیر افتاده یعنی داره زخم های کودکیش رو بازآفرینی میکنه در مورد همین موضوع که صحبت میخوام بکنم این آدم یه مادری یعنی من برام سوال بود که این ازدواج چه منطقی میتونه داشته باشه کسی که شما میدونید به شما آسیب میزنه رو چطور میتونید دوست داشته باشید بعد وقتی مادر ایشون رو دیدم پاسخ سؤالم رو با این نظریه گرفتم مادر ایشون خیلی شبیه در واقع همسرش باش رفتار میکرد مقایسش میکرد سرکوبش میکرد تنبیه فیزیکیش میکرد و تو کودکی توهین بهش میکرد در واقع این آدم در کودکی زخمش اینه که عشق رو از سرچشمه‌ای که مادره به صورتی دردناک تجربه کرده. و این رفته تو ناخداگاهش در بزرگسالی بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه داره تکرار میکنه عاشق آدمهایی میشه که اون زخم رو و اون جراحت رو تداعی میکنند دوباره بازآفرینیش میکنن ببین یه مثال ما باز مثلا یه مثال دیگه بزنم ممکنه اطراف اون کسی رو ببینیم که خیلی دوست داره همه چیز رو کنترل کنه یعنی یه شک عظیمی درونش هست که جهان ناامنه من باید خیلی مواظب بچه هم باشم محدود میکنه بچه هاش رو تو رابطهش با همسرش همینطور دائما مراقبت میکنه شک میکنه میدونید آرام نمیشه این آدم آقای جفریان میگه که ریشه رفتارش احتمالا در کودکیشه او جایی در کودکیش احساس شدید ناامنی کرده این زخمشه رفته توی ناخداگاهش و بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه داره با عینکی به جهان نگاه میکنه که از پشت این عینک جهان جایی به شدت ناامنه مگه اینکه ما کنترلش کنیم آدم ها ما رو رها میکنن مگه اینکه ما کنترلشون کنیم بذارید بیشتر توضیح بدم تو این کتاب یازده تا تله زندگی رو مطرح میکنه چرا اسمش تله است چون انگار ما توش گیر افتادیم چون بدون که بدونیم داریم اون رفتار رو میکنیم برای مثال من یکی از تله ها رو توضیح بدم یکی از تله ها تله رها شدگیه خیلی تله مهمیه من فکر کنم ما خیلی ها این تله رو داریم خودم هم یه قسمتش رو دارم که براتون تعریف میکنم این تله در واقع مال آدماییه که زخم کودکیشون احساس عدم امنیته چه بچه‌ای احساس عدم امنیت می‌کنن مثلا یه بچه‌ای که خدا نکرده پدر یا مادرش رو در کودکی از دست میده فکر کنید کودکی با این خیال در دنیا زندگی می‌کنه که پدر و مادر همیشه مراقبشن حالا به علت طلاق به علت مرگ به علت همه اینها زمین سفت زیر پاش سست میشه و او تا مغز استخوان احساس ناامنی می‌کنه فکر کنید بچه‌ای که پدر مادرش دائم با هم دعوا می‌کنند وقتی تماشا میکنه دعوای پدر و مادر رو منبع امنیت این بچه این دو نفرن او با همه وجود احساس ناامنی میکنه اینا دلایلیه که یه نفر ممکنه در کودکی احساس شدید ناامنی کنه این زخم او میشه میره در ناخودآگاهش آقای جفریان میگه به سه صورت میتونه, میتونه یکی از این سه صورت حالت بازآفرینی او باشه یا حمله یا تسلیم یا فرار ببینیم هر کدوم چی میشه پس یه بار مرتب کنیم تا اینجا یه بچه ای تله رها شدگی داره ریشه این تله زخم ناامنیه یه اتفاق تو کودکیش افتاده احساس ناامنی کرده ممکنه با حمله یا تسلیم یا فرار اینو سعی کنه بازآفرینی کنه اگه حمله کنه این احساس ناامنیشو با حمله کردن به آدما و به جهان میخواد التیام بده مثلا میدونید مثلا با یه مثال عینی بزنم باز کسی رو میشناسم که به شدت حساس رو این که احساس میکنه که همسرش حتما بهش خیانت میکنه در واقع هیچ شواهدی نیست که او خیانت میکنه ولی دائما آرام نداره به ایمان به یقین راجب به رابطش نمیرسه خب این آدم ریشه این زخمش اینه که در کودکی پدرش به مادرش خیانت کرده و پیشورزی که او از جهان داره اینه که اگه پدر من میتونه خیانت کنه پس هر کسی هر زوجی میتونه خیانت کنه به مگه اینکه ما کنترلش کنیم مگه اینکه با حمله کردن با چک کردن با میدون با این بیقراری همیشگی سعی کنیم کنترل کنیم در واقع تو حمله ما تفنگو میگیریم دستمون به سمت جهان شلیک میکنیم و میگیم به من آسیب نزنید تهدیدشون میکنیم که ما رو رها نکنیم چون پیشفرضمون اینه که قرار همه ما رو رها کنن به خاطر زخم دوره کودک یه نفر دیگه ممکنه تسلیم داشته باشه من خودم تو این تله ها اینجا تسلیم رو دارم تسلیم اینه که ما به دیگران حمله نمی کنیم. به دیگران باج میدیم یعنی یه احساس ناامنی داریم در کودکی به یه دلیلی یه زخمی میتونه مثلا بیماری یکی از والدین باشه یه اتفاقی میتونه جنگ باشه اینم مهمه که تله ها میتونن نسلی باشن و ما برای اینکه آدم رو نگه داریم برای اینکه رهامون نکنن بهشون باج میدیم در واقع تو تسلیم ما تفنگ میدیم دست طرف مقابل و بهش میگیم هر چی تو بگی تسلیم فقط منو رها نکن یعنی میبین نشونش چیه اینکه شما برای همه آدما کارهای زیادی انجام میدین ولی اگه یه نفر برای شما کاری بکنه لطفی بکنه بهتون پولی قرض بده کاری براتون پیدا کنه با همه وجود احساس استراب میکنید چون این شمایی که باید باج بدید و شما احساس میکنید اگر باج ندید اگر امتیاز ندید اگر تسلیم نباشید آدما رهاتون میکنن. سومین قسمت فراره ما تو فرار تفنگو میذاریم رو جمجاممون و از ترس مرگ، خودکشی میکنیم از ترس اینکه قرار همه ما رو رها کنن اصلا وارد رابطه نمیشیم میدونید مورد خیلی خوب برای ازدواج داریم ولی از همش میترسیم یه ایرادی پیدا میکنیم که بالاخره وارد این رابطه صمیمی نشیم چون احساس میکنیم صمیمیت دردناکه آخر منجر به رها شدن ما میشه یه بار مرور کنیم زخم دوره کودکی میره تو ناخودآگاه و ما شروع میکنیم این رو بازآفرینی کردن یا با حمله یا با تسلیم یا با فرار برای اینکه خوب این ساختار بحث جفریانگ تو ذهنمون بشینه من خیلی یه دقیقه یه تله دیگرم مثال بزنم یه تله دیگه تله نقص و شرمه این تله مال آدمایی که در کودکی دائما نقصاشون رو بهشون گوش زد کردن و از شرمنده کردنشون برای تربیت کردنشون استفاده کردن یعنی معمولا فرزندان اول خانواده این ایراد رو دارن میدونی جان جاک میگه من قبل اینکه بچه داشم 6 تا تئوری برای تربیت فرزند داشتم الان 6 تا بچه دارم و هیچ نظری ندارم میدونید یعنی میخوام بگم وقتی پدر مادر اولین بچه داره به دنیا میاد معمولا یه دید کمالگرایانه راجع به تربیتش دارن احساس میکنیم باید بهترین باشه اگه نوزده میشه خوب نیست باید 20 بگیره و شروع میکنن دائما رو بهش میگن اینجا ایراد داری اگه این کارو کنی دوستت ندارم اگه این کارو کنی دوستت دارم میدونید پدر مادر تو بچه دوم سوم گاهن میفهمن که آقا این روش جواب نمیده میدونید اما زخم تو این بچه ماجره باقی میمونه به سه صورت ممکنه بازآفرینی کنه حمله، تسلیم و فرار اگه حمله کنه مثل پدر مادرش عیب جو میشه یعنی اونم شروع میکنه نقصای بقیه رو بهشون میگه اونم شروع میکنه شرمنده کردن دیگران تو بهترین موقعیت هم ایراد میبینه چون این زخم دوره کودکیشه اگه تسلیم باشه نقصاشو باور میکنه میدونید فکر میکنه همه چیزایی که راجبش میگفتن تذکرات دائمی که بهش میدادن اوه و این هویتش میشه آقای سعد بسیاری از مشکلات اعتماد به نفس آدما ناشی از همینه یعنی تله نقص و شرم دارن با تسلیم باور کردن که اون ایرادا واقعیت داره ما نمیتونیم یه سری کتاب ها هست تو بازار راجع به اعتماد به نفس همه ایرادش اینه که با آدم میگه اعتماد به نفس چقدر چیز خوبیه و اعتماد به نفس داشته باش اما سوال که چطور؟ میدونید اتفاقا جفری هایی که برای اینکه اعتماد به نفسمون رو بازسازی کنیم باید بریم به ناخودآگاهمون باید اون لحظه هایی رو ببینیم و اون زخم هایی رو ببینیم که در کودکی شرمنده شدیم تحقیر شدیم احساس شرم کردیم و باورشون کردیم که ما انقدر می دونید دوچار ایرادیم و حالا در بزرگسالی داریم بازآفرینش میکنیم در فرار میدونید اینه که انقدر دیگران نقص دارن حمله انقدر من دوچار نقصم تسلیم که اصلا وارد جهان نمیشم آدم های باهوش رو میبینیم دوروبرمون که از موقعیت های کاری میترسن از جهان میترسن وقتی یه ارتقابشون پیشنهاد میشه مثلا برن یه کاری رو انجام بدن توی لول بالاتر توی موقعیت بالاتر آدم احساس میکنن که ناامن میشه اوضاع چرا؟ چون باور کردن که جهان میدونید انقدر ایراد داره و من انقدر ایراد دارم که اصلا نباید واردش شد ببین جفریان آقای سعد کار درخشانی کرده همه ای ما میدونستیم که زخمای دوره کودکی اثر داره تو شخصیت ما اما این اومده طبقه بندی کرده گفته این زخما این اثر رو داره این زخما این اثر یعنی میتونه خیلی کمک کنه به ما من نه تا تله دیگه میمونه اینو میتونن حالا جستجو کنن یا کتابو بخرن یا این برنوار خیلی راجبش مقاله هست پیدا کنن بخونن راجب به درمانش هم بگم اگه ما زخمی داریم باید چه کنیم آقا جفتی چندین مرحله مثلا نه مرحله ده مرحله برای هر کدوم از این تله ها پیشنهاد میکنم شما خودتون با این در مرحله تونست من خیلی بهتر شدم آره خیلی بهتر شدم اتفاقا اولین گامش دردناکترین گامشه میگه شما باید بشناسید اون زخم دوره کودکیتون رو یعنی برید سفر کنید به گذشته و ببینید شما کجا مجروح شدید یعنی پدر مادر ناخواسته یا محیط یا یه معلمی یا یه دوستی یا یه همسنی یا یه خواهر بزرگتری چطور بدون اینکه بدونه به شما آسیب زده خب این آسیب میتونه ناامنی باشه میتونه نقص و شرم باشه و آسیب باشه میگه اول این که اون زخم رو باید بشناسید علامت این که ما تو فکر کردن به گذشتمون به اون زخم نزدیک شدیم یکی انفجار عاطفیه اینجا جاییه که وقتی شما دارید روایتش میکنید یهو ممکن ممکنه شدیدا گریه کنید چون این زخمی بوده که مدت پنهانش کردید ازش فرار کردید علامت دیگه اینه که ممکنه دیگه نخواهید راجع بهش حرف بزنید جفری میگه اینگه چیزی که باید ادامه بدید وقتی تو روایتتون از رنج به زخمی میرسید که میخواید بحث رو عوض کنید یا قطع کنید یعنی اتفاقا باید ادامه بدید چون اونجا چیز مهمی پنهان شده گام بعدی بعد از اینکه من زخمم رو روایت کردم بهش جسم دادم بهش بدن دادم کلمه دادم قصتش کردم و بازگوش کردم گام بعدی بخششه اینکه ما اون آدمی که مسبب اون رنجه رو تا حد امکان تا حد امکان بتونیم ببخشیم گاهی بخشیدن اون آدمو او خیلی کار سختیه میدونی گاهی آسیب خیلی جدیه ولی درد کنیم شرایطشون رو اطلاعاتشون رو اون زمان ویژگیاشون رو با کفشاشون راه بدیم و ببینیم چرا این اتفاق افتاده گام سوم در واقع اینه که ما دو سه تا کار تو روز انجام بدیم که ضد تلمون باشه یعنی مثلا من که تله تسلیم دارم دو سه جا تو زندگی تو موقعیت روزمره حرفمو بزنم میدونی اول این گامو فقط نگرد داشتین برای من معمولا چی و حرفا رو آره نه نه این حرفا رو خوب میزنم ولی من اگه به راننده تاکسی مثلا کرای بدم یادش بره واقعا با خودم میجنگم که و توجیه درست میکنم که نگم یا یا تو خیلی دوره ای که تو باقی کتاب کار میکردم واقعا حتی به زیر به همکارایی که مثلا من مدیرشون بودم نمیتونستم بگم چرا دیر میاد یه هرجومنجی باغ رو در واقع با شاگردام واقعا گاهی نیاز هست یه تحکمی باشه من ضعفمه چون این باج دادن مدام اون احساس ناامنی رو یه جوری داره التیام میده از وقتی شناختمش از وقتی شناختم خیلی حالم بهتر شد من این کتابو تهیه میکنم و می خیلی میتونه کمک کنه میتونه به ما کمک کنه و خیلی میدونید به پرسش های پیچیده جوابای ساده نمیده این سوال پیچیده ای که ما چرا داریم یه تهرواره رو زندگی میکنیم این میبره امیر میشه و برنامه های بعدی خیلی بعد. از شما و خدا نگهدار شما باشه خدا نگهدار